درود به شما شنوندگان خوب و گرامی، امروز خوشحالم که بار دیگر میتونم برنامه خودم گزارشی گمانشکن رو برای شما گرامیان انجام بدم. به شنوندگان رادیو صدای ایران در هر کجای دنیا که هستید بهترین درودها رو میفرستم و براتون بهترین آرزوها رو میکنم. همچنین رادیو نارمک که برنامه های من رو پخش میکنن، به شنوندگان رادیو نارمک درود میفرستم و برای اونها هم بهترین ها را آرزو میکنم و امیدوارم که دوستان آگهی این برنامه، پخش این برنامه رو همیاری کنند که بین شنوندگان بیشتری جذب این برنامه ها بشن. روز برنامه قبلی این هفته رو متاسفانه به خاطر تعطیلاتی که بود امکان انجامش نبود، امیدوارم که من رو ببخشید. عزیزان من، امروز باز همونطور که قول دادم در سری برنامه های خودم مدتی است که مستقیما به نقش اسلام و تأثیر فرهنگ اسلامی در ایران میخوام بپردازم و اجازه بدید که در این زمینه از کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نوشته علی میتفتروس، استاد و دوست خوبم که افتخار آشنایی با ایشونم دارم، استفاده کنم. خوشبختانه لطف واقعا از لطف دارم و خودشون این کتاب رو برای من حدود چند سال پیش با امضا برام فرستاده بودن، نوشته بودن برای دوست مهربانم خسروف قوهر عزیز علی میتفتروس. اینو 8 آپریل 2013 خودشون به من هدیه کردن، با پست فرستادن و خب این امضای خود نویسنده بقیه این کتاب باعث افتخاره. نامش رو دوباره میگم، دوستان حتما تهیه کنن، ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نگاهی به هجوم ایلها، استقرار اسلام، زمینه های پیدایش و فلسفه سیاسی به اصطلاح اسلام راستین، مانی که بسیاری به نام جنبش چپ در کنار خمینی قرار گرفتند و در اسلام ناب محمدی، در اسلام راستین آقای خمینی که او خود را سفیر اون میدونه، به دنبال آزادی و به دنبال خوشبختی و به دنبال من پول آب و برق را بر سر سفره شما خواهم آورد و نه شرقی نه غربی و استقلال و آزادی و جمهوری با پیوند اسلامی فریاد میزنند. نه فقط این چپگرایان ایرانی در آن بحبوبه که خودشون رو روشن فکر میدونستند در پی عبای خمینی بودند، بلکه جامعه ملی گرانمای ما، شاگردان محمد مصدق شاهزاده قاجار، در جبهه ملی، در نهضت آزادی و سازمانهایی در کنار اون، هم در زیر عمامه خمینی به دنبال ادامه راه محمد مصدق هستند. در آغاز و برای همین این کتاب اهمیت داره، به خاطر اینکه زمانی که افرادی که من نام اونها رو ببینید، من برنامه فیسبوک زنده‌ای رو روز دوشنبه انجام دادم که باز مورد عنایت و مورد دوستی و مهر شما، توجه شما عزیزان قرار گرفت. روز دوشنبه عصر، دوشنبه شب تقریبا به وقت اروپای مرکزی، و این برنامه باز واقعا میگم باعث افتخارم، چیز نزدیک 12,000 نفر، الان تقریبا کمتر از 48 ساعت بعد گفت که این برنامه رو نگاه کردن در فیسبوک و نزدیک، بذارید بهتون بگم، چیزی نزدیک 500 نفر، بذارید دقیق نگاه کنم بهتون بگم، این رو پخش کردن در فیسبوک و کامنت هایی که گذاشته شد. باز هر دفعه این برنامه‌ای که من در فیسبوک زنده انجام میدم، خب نشون دهنده علاقه شما، بله بیشتر از 11,000 تا نزدیک داری اوشاش به 12,000 نفر، کمتر از 456 نفر شیر کردن و خب اینها نشون میده که آنچه که بعضی ها در لس آنجلس علاقه ندارن شما بدونید، اتفاقا همون مسائلی است که شما بهش
علاقه دارید. و خب این دلیلی که این صحبت رو کردم اینه که در اون برنامه من صحبت هایی درباره مرگ ابراهیم یزدی کردم و مرگ ابراهیم یزدی رو در رابطه در راستای یک تئاتری که برتولد برشت انجام داده بود بهش نگاه کردم. نام اون برنامه من که گفت الان ازش ذکر کردم گزارشی گمانشکن بود با خسرو فرهبهر، نامش بود مادر کوراژ های سیاسی ایران، مرگ ابراهیم یزدی ها و آنچه ما باید از آن بیاموزیم. و امروز در اون برنامه قسمتی از اون صحبت ها رو برای شما انجام خواهم داد. ولی در اون برنامه در آغاز چون داشتیم درباره علی میتوتوس و کتابش آب ملاحظاتی در تاریخ ایران در بحبوحه انقلاب اسلامی صحبت میکردیم، در اون برنامه من روشنفکر نمایان ایرانی رو به دو دسته تقسیم کرده بودم. معمولا اینها رو میایم به چپگرایان و مصدق‌اللهی ها تقسیم میکنیم. من در این برنامه تقسیم دیگری انجام دادم، تقسیمی که در اونجا استفاده کردم از دو شخصیت فانتزی، ولی دو شخصیتی که برای مردم ایران آشنا هستند. یکی از اونها شخصی است به نام مشقاسم در رمان معروف دایجان ناپلئون که من علاوه بر اون که دیدن اون سریال تلویزیونی رو که در دوران پهلوی، در دوران محمد رضا شاه پهلوی این اثر هنری بزرگ در تلویزیون نشان داده میشد، توجه شما رو به دیدن اون جلب میکنم، بلکه حتما خود کتاب رو هم بخونید. خود کتاب هم خواندنش جالبه و به خصوص قسمت پایانی که در کتاب میاد که قهرمان اون سریال اون جوان میاد و سالها بعد به اسدالله میرزا رو ملاقات میکنه، این آخرش اتفاقا در کتاب اومده. و وقتی شما کتاب رو بخونید متوجه میشید که شخصیت مشقاسم که مرید و به اصطلاح فرمان بردار مطلق دایجان ناپلئونه، پس از مرگ دایجان ناپلئون این شخصیت ادامه پیدا میکنه، سرنوشتش در کتاب بیان میشه. و نکته مهمی که در رابطه با مشقاسم، خب من کوتاه توضیح بدم، دایجان ناپلئون حتما میشناسید این شخصیت رو که من در برنامه ذکر کردم و یادم سالها پیش نوشته‌ای در این راستا نوشتم و ادعا کردم و اولین کسی بودم که به این نکته حدود 15 سال پیش در نوشته خودم اشاره کرد که شخصیت دایجان ناپلئون در تاریخ معاصر ایران کسی جز محمد مصدق نمیتونه باشه، به خاطر اینکه وقتی شما دایجان ناپلئون رو در این رمان نگاه میکنید، اولا که خب خودش رو از اشرافیان قاجار میدونه که محمد مصدق هم یک شاهزاده قاجار بود، دوما رفتار و شیوه گفتاری آقای دایجان ناپلئون بسیار شبیه سخنرانی ها و نوشته های محمد مصدق. خودشیفتگی عجیبی در دایجان ناپلئون ما مشاهده میکنیم که زمانی که او خود را قهرمان ملی ایران میدونه و کارهایی که انجام داده در زندگیش، یک افسر جز فکر کنم چیزی در حد سطفان دوم یاور در ارتش ایران بوده، در نیروی انتظامی ایران بوده که یکی دو تا زد و خورد با چند تا راهزن خیلی بینام و نشان داشته که بعد اونها رو به جنگ‌های بزرگ تاریخی ایران تبدیلش میکنه، بزرگ نمایی میکنه، جنگ‌های کازرون و ممسنی. و این آدم که تمام زندگیش دروغ بوده، افسانه سازی بوده، صحنه‌هایی در این کتاب و همچنین در سریال وجود داره که من رو شدیداً به یاد محمد مصدق میندازه. محمد مصدقی که زمانی که رضاخان سردار سپه در صحنه سیاسی ظاهر شده و زمانی که رضاخان سردار سپه نخست وزیر شده، یک مأموریت استانداری آذربایجان رو زمانی که اسماعیل اسمیتخو داره در اون منطقه گردنکشی میکنه و مردم را آزار میده با دست و گروه جنایت میکنه و راهزنی،
مأموریت مصدق استانداری آذربایجان، والیگری آذربایجان، رضا شاه اون رو به او پیشنهاد کرده. و در خاطرات خود مصدق میخوانیم که مصدق اولین فکری که داره در راستای ترسشه و به رضا شاه میگه اگر اسکورتی به من داده نشه و من به اندازه کافی بادیگارد نداشته باشم، از ترس جان میترسم بروم و در مأموریت آذربایجان به اصطلاح و شرکت کنم. و خودش در خاطراتش اولین ترسی که این مرد داره ترس جانشه و فکر میکنه که تمام دنیا خواستار سوء قصد به جان او هستن. و این چقدر شبیه به شخصیت دایجان ناپولئونه که فکر میکنه اصلا حمله متفقین در شهریور 1920 نه به خاطر براندازی پادشاه مملکت و جنگ جهانی دوم، بلکه به خاطر گرفتن جان دایجان ناپولئونه که انگلیس ها به ایران حمله کردن. یعنی این دقیق خیلی شبیه به داستان این خاطراتیه که خود مصدق اذعان میکنه که وقتی که به او گفته میشه برو والی آذربایجان بشو، او فکر میکنه که تمام این گردنکشی های اسماعیل اسمیت قو فقط به خاطر گرفتن جان محمد مصدق و سلطن است. حالا اون داستان رو حتما خاطرات خوندن خاطرات این دونکیشوت بزرگ تاریخ معاصر دایجان ناپولئون رو، یعنی آقای محمد مصدق و سلطنه رو، خواهم خوندنش رو به همه توصیه میکنم. یه قسمت دیگه از دایجان ناپولئون، وقتی که مثلا میبینیم دایجان ناپولئون که حماسه ها از شجاعت خودش در جنگ های ممسنی و کازرون تعریف میکنه، میبینیم که یه روز در خونهشون دزد اومده. شاید اون صحنه رو به خاطر داشته باشید، در کتاب خوانده باشید، در سریال هم خیلی قسمت جالبیه که یهو شب هست و صدای دزد آمد دزد آمد میاد، که البته اون هم یک داستان خیلی جالبیه. جریان جنگ های داخلی یا دعواهای داخلی این خانواده است که من رو یاد دعواهای این سیاسی نمایان و روشنفکر نمایان ایرانی میندازه. و یهو میبینی وقتی صدای دزد آمد دزد آمد میاد، دایجان ناپولئون بعد وقتی میان تو خونه میبینن ایشون حالت شوک بهش دست داده، زیر میز پنهان شده و حالت شوک بهش دست داده و از ترس خودش رو خراب کرده و تنها فکر و ذکری هم که نداره دفاع از خانواده و دوست آشناست. یعنی در اصل این قهرمان خودشیفته افسانه ای داستان که همش دروغه، یک آدم ترسو و بزدله. و این هم باز شباهت زیادی به دایجان ناپولئون واقعی تاریخ معاصرمون آقای محمد مصدق داره. وقتی خاطرات آقای محمد مصدق رو میخونید میبینید در قسمتی این قهرمان افسانه‌ای ملی‌گرا نمایان ما میبینیم که رفته و تعریف میکنه در یک هتلیه و میره به بالکن و در اتاق بغلی که اونم بالکن داره یه خانم انگلیسی اومده داره سیگار میکشه و او خودش در خاطراتش وقتی میخونیم متوجه میشیم که این قهرمان افسانه از اون موقع آدم مهمی هم نبوده، برای تحصیل رفته بوده خارج. یعنی دورانی بوده که اصلا شخصیت مهمی در سیاست نبوده. این فکر میکنه که انگلیسا آمدن او رو جاسوس گذاشتن و میخوان ترورش کنه و شما ترس رو در این خاطرات میبینید. یا در این آقای دایجان ناپولئون که همیشه فکر میکنه که هر کاری که انگلیس‌ها انجام میدن برای سرنگونی اوست، در خاطراتش میبینیم که در حال فرار با پیژامه از طریق نردبان به پشت بام خانه است و ترسی که در او وجود داره. و همچنین در 28 مرداد و این چقدر شبیه باز به دایجان ناپولئونه. یا هنگامی که در ماه‌های آخر پادشاهی رضا شاه در توطئه‌ای که رضا شاه موفق به چی میگن کنترل اون کنترل میشه، زمانی که دفتری از خانواده مصدق نخست وزیره و رابطه‌ای که او با کشورهای اجنبی داره در خیانت به ایران برملا میشه و دستور بازداشت و
تبعید محمد مصدق داده میشه. شما اگه خاطرات رو خوب دقت با دقت خونده باشید، نمیدونم چند نفر به خودش زحمت داده که چند نفر به خودشون زحمت دادن خاطرات دایجان ناپلئون معاصرمون آقای محمد مصدق رو خونده باشن، میبینیم که تمام وجود این شخص وحشت و حالت روحی و حالت روحی بسیار خرابی داره وقتی رو به تبعید میبرن و حالش هم چند بار خراب میشه در راهی که رو به سوی تبعید میبره. این چرا اینو تعریف کردم؟ چون این آقای محمد مصدق مانند دایجان ناپلئون قهرمان دروغین که ذکر کردم، او هم یک سری شاگردان و مریدان داشت. مرید دایجان ناپلئون در کتاب مشقاسمه، یک دهاتی مفلوک از دنیا بریده، از دنیا ناشنا، که شخصیتی خود او جالب داره و این مشقاسم به اصطلاح مرید آقای محمد مصدقه و کسی است که وقتی ما دایجان ناپلئون، یعنی محمد مصدق یا دایجان ناپلئون، جفتشون از دید من شخصیت‌های شبیه به هم هستن، وقتی دایجان ناپلئون در مهمانی‌ها حماسه سرایی می‌کنه از قهرمانی‌های خودش و جنگ دروغین ممسنی یا کازرون رو میگه، اینجاست که مشقاسم هم خودش رو وارد این حماسه ها میکنه و داستان سرایی های مراد خودش رو شاخ و برگ میده و این ما رو به یاد اشخاصی مانند محمد امینی و بهرام قلی‌خان مشیری میندازه و دیگر مصدقی ها و افسانه سازی های عجیب غریب اونها در خاطرات و در برنامه های تلویزیونی رادیویشون که از دید من اونها مشقاسم های سیاسی امروز هستند. و پس از مرگ دایجان ناپلئون در کتاب به خصوص ما اون قسمت رو میخونیم که با سرنوشت آقای مشقاسم آشنا میشیم، که پس از مرگ دایجان ناپلئون خود او برای خودش دار و دسته و حزب و سازمان که نه، ولی میبینیم که او به شخصیتی تبدیل شده که خود او شروع میکنه دایجان ناپلئونوار برای خودش افسانه سازی کردن و خود او به گونه ای یک دایجان ناپلئون شده و این مشقاسم های سیاسی ما هم هر کدوم برای خودشون مصدق های کوچکی شدن و این رو در تاریخ سیاسی ما مشاهده میکنیم. میخوان حالا کریم سنجابی باشن یا مهدی بازرگان باشن یا محمد امینی یا بهرام مشیری، بهرام قلی‌خان. و یک دسته دیگری داریم در روشنفکران ایرانی رو من به دسته دیگری هم از اونها دسته دیگری هم نامگذاری کردم و اونها عین الله باقرزاده ها هستن که در سریال صمد اگه حضور ذهن داشته باشید، بچه شیخ اون دهی که صمد توشه، ایشون فکل زده به قول سریال و یک کت و شلوار مسخره‌ای هم زده و احساس روشنفکری و مدرن بودن میکنه، چون او یک بار به شهر رفته و با رفتن به یک شهر احساس میکنه داره تحصیلات عالی شده و وقتی در ده صمد صحبتی سیاسی یا فرهنگی میشه، این عین الله باقرزاده فکولی با کت و شلوار مسخره است که به دنبال یک بار سفر به شهر احساس روشنفکر نمایی بهش دست داده و مسائل روزانه ده رو با واژه‌های عجیب و غریبی که در تهران یا در شهر بزرگ یاد گرفته میخواد تعریف کنه، که البته او در اینجا نماد یک انسان عقب افتاده خود بزرگ نماست که احساس روشنفکری هم بهش دست داده، چون فکل داره و یک کراوات مسخره که به قوارش هم بدنش هم نمیخونه و اون کچلوار مسخره. و این من رو یاده اون مشقاسم هامون طرف مصدقی هان آقایون روشنفکر نمای چپ ما هم عین الله باقرزاده های ما هستن که حالا میخوان چپگره های بیشتر اسلامی مانند جلال آل احمد یا علی شریعتی، که با رفتن یک بار به فرنگ آقای علی شریعتی، گرفتن یک مدرک تحصیلی که ما بعدها جلال متینی در رابطه مقاله‌ای داره و نشون میده اون تز دکترای آقای علی شریعتی که به زور بهش دادن و با پارتی بازی و با التماس، یعنی بعدها در میاد که علی شریعتی التماس کرده بود و با داستان خیلی جالبی شد تو برنامه بگم که
از روی بعد اومدن یک تیتر دکترا دادن که فقط به مردم خاورمیانه میدادن و اصلا خود فرانسوی ها این دکترا ارزشی نداشته و تزش هم درباره حاجی شناسی بوده، یعنی آقای شریعتی اومده بوده و گفته بود خب چون وضع تحصیلی پایینی داشته آمده بوده یک داستان چی میگن زیارتنامه ای رو به فرانسوی برگردان کرده بوده که ارزش علمی نداشته و پس از هزار چونه زنی و التماس به او دکترای حاجی شناسی یا حاجی لوژی داده بودن. و خب این علی شریعتی بی سواد میومد در سخنرانی هاش و یک سری واژه هایی که در فرانسه به خصوص در جریان چپگرایی فرانسه مطرح شده بود رو اینا رو میومد در سخنرانی هاش استفاده میکرد، ولی در اصل سخنرانی های او چیزی جز قسمت های از زیارتنامه ها و روزخانی های آخوند ها نبود، با آورد با این که فقط اون واژه ها رو تغییر داده بود، استفاده میکرد از واژه های این چند تا واژه که تو اون سفرش به غرب یاد گرفته بود و این دقیقا کاری بود که عین الله باقرزاده با سفرش به شهر انجام میداد. سخنهای او هیچ فرقی با سخنهای مثلا قوچلی نداشت، قوچلی هم یک شخصیتی در سریال صمد بود، فقط عین الله باقرزاده تفاوتش با قوچلی در این بود که عین الله باقرزاده از چند تا واژه‌ای که در شهر رفته بود اون هم با لهجه مسخره‌ای که داشت. و این داستان دلیلش اینه، وقتی ما کتاب اینو برای شما یادآوری کردم به خاطر اینکه وقتی ما میایم به تاریخ نوشته شدن کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نگاه میکنیم و همچنین کتاب اسلام شناسی آقای علی میتروتروس که اسلام شناسی این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران حدود سال 1978 در اصل نگارش شده بوده که بعد 1900 و اگه حضور ذهن اگه اشتباه نکنم چاپ اولش 1988 بوده که ایشون اسمش چیه، چاپ اولش 1988 بوده ولی 10 سال قبل ایشون شروع کرده بود یه سری مقالات نوشته میشه 1988 و مهمتر از این ملاحظه در تاریخ که ایشون یه سری مقاله شروع کرده بودن نوشتن بلکه 1988 بلکه مهمتر از اون کتاب اسلام شناسی ایشونه که باز هم افتخار میکنم این کتاب رو ایشون برای من فرستادن. و اسلام شناسیشون اصلا در تابستان 1157 میاد بیرون، این دیگه واقعا شرم‌آوره برای عین الله باقرزاده های ایرانی و اسمش چیه این یارو مشقاسم هامون، برای اینکه وقتی ما نگاه میکنیم این یه روشنفکر راستین، حالا شما لازم نیست با همه صحبتهایشون در این کتاب آشنا باشید ولی در اونجا در خود اون مقدمه در کتاب اسلام شناسیشون ایشون میگه در مقدمه‌ای که بعد چاپ 12 این کتاب نوشتن مثلا میگن بیش از 12 سال از چاپ نخست کتاب حاضر میگذرد و با آنکه در این سالها پژوهش‌های بسیار ارزشمندی در تاریخ اسلام منتشر شده اما گویا علاقه‌مندان به تاریخ اسلام به این کتاب کوچک عنایتی خاص داشت از همین روز که اینا چاپ 12 انتشار می‌یابد. بعد ایشون میگه در بهار 57 میگه در فروردین ماه 57 گفتم تابستان بهار 57 در فروردین ماه 57 بودند روشنفکران بسیاری که چاپ و انتشار این کتاب را در شرایط سیاسی آن روز ایران نوعی خطر کردن نابهنگام و بی اطلاعی از مبانی اسلام راستین قلب داد می‌کردند. این خیلی مهمه. ملاحظاتی در تاریخ ایران نگاهی داره به عوامل اجتماعی و به خصوص اون جریان ایلگرایی و به اصطلاح یه قسمتی از اول از همه یه قسمتی از صفحه 63 ملاحظاتی در تاریخ ایران هم یادآوری کنم، میگه تاریخ رشد و گسترش اسلام را نمیتوان فهمید مگر آنکه ابتدا خصلت خشن تند و مهاجم آن را بشناسیم. بعد میگه اینکه بعضی از محققین برجسته تاریخ اسلام حضرت محمد را یک پیغمبر مسلح نامیدن ناظر بر این واقعیت تاریخی است. بعد اینجا یاد میکنه از همین عین الله باقرزادمون علی شریعتی که میگه علی شریعتی از اینجا علی شریعتی نقد نمیکنه بلکه افتخار میگه، میگه محمد در کتاب امت و امامتش
میگه حضرت محمد، البته ایشون میگه حضرت محمد علی شریعتی، حضرت میگه پیغمبری بود که شعارها و پیامها را میرسند و برای تحقق این پیامها شمشیر میکشید و به همه اعلام میکرد یا تسلیم این راه شوید یا از سر راه من کنار روید، و کس نرفت به روی شمشیر میکشه. اونجا علی شریعتی اتفاقا با افتخار این رو میگه. ولی علی میتوتروس در صفحه 63 میگه چگونگی استقرار اسلام و شرح جنگ ها و قتل عام های فجی و گسترده برای مسلمان سازی قبایل عربستان شرح بسیار مفصلی است که فلان و بهمان. بعد میگه با اینها سخن کوتاه محمد به فرستادگان قبیله بنی حارث و کلام و نیز کلام ابن منظر یکی از اصحاب پیامبر میتوان نمونه برای شناخت چگونگی استقرار اسلام در شبه جزیره عربستان و فلان باشد. و میگه مثالش اینه، میگه در سال 10 هجری پیامبر اسلام خالد ابن ولید که میدونید سیف الاسلام لقب میگیره را برای مسلمان سازی قبیله بنی حارث به سوی طایفه فرستاد و تاکید کرد که در صورت عدم پذیرش اسلام با آنها جنگ نماید. میگه خالد بن ولید در ملاقات با سران بنی حارث یادآور شد اسلام بیاورید تا به سلامت بمانید. سران بنی حارث نیز از ترس قتل عام مردم به اسلام گرویدند و همراه خالد نزد محمد رفتند. پیغمبر در ملاقات با سران قبیله بنی حارث تاکید کرد اگر خالد ننوشته بود که اسلام آورده اید سرهایتان را زیر پایتان می انداختم. تاریخ طبری جلد 4. دوستان عزیز، اینها رو در ملاحظات در تاریخ ایران میگم، چاپش در خارج از کشور از اون 88 داد. اینا سری مقالاتی هم بودش که ایشون اگه اشتباه نکنم حدود 12 سال قبل شروع کرده بودن، و ولی کتاب اسلام شناسی شو چون اینجا اسلام شناسیشون در فروردین 50 و اینجا از اسلام شناسی واسه از مقدمه چاپ 12مش براتون میخونه. میگه زمانی که در فروردین ماه 57 بودن، چون میگم شما وقتی ملاحظه در تاریخ ایران رو میخونی، چون اول برنامه دوستان حواسشون باشه، اول برنامه که گفتم ریشه های این کتاب در اسلام شناسی که فروردین 57 اومده و بیرون، میگه در فروردین ماه 57 بودن روشنفکران بسیاری که چاپ و انتشار این کتاب را در شرایط سیاسی آن روز ایران نوعی خطر کردن نابهنگام و بی اطلاعی از مبانی اسلام راستین قلمداد میکردند. و میگه در واقع شرایط سانسور و وجود نوعی تقیه و ذهنیت اسلامی در میان محققان ما و در نتیجه عدم انتشار هر گونه اثر تحقیقی برخلاف شرع انور اسلام، اینجا حالت چیز داره، ضمن رواج خرافات مذهبی و تقویت شبکه‌های دینی باعث شد تا بسیاری از روشنفکران ایران نیز با کم بها دادن به مطالعات تاریخی و عدم شناخت مبانی عقیدتی اسلام و نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران و خصوصا با ناآگاهی از عقاید سیاسی اجتماعی آیت الله خمینی از ایفای نقش تاریخی خیش در آگاهی، سازماندهی و هدایت توده‌ها باز بماند. این فروردین 57 اومده بیرون. و این چنین بود که در خلأ آگاهی‌های تاریخی و در فقدان مطالعات و تحقیقات روشنگر شبکه‌های سیاسی و سراسری روحانیت توانستند روز به روز تقویت شوند و به عنوان پایگاه‌های اصلی تبلیغات روحانیون سرانجام در بهمن ماه 57 به صورت اهرام مهمی در بسیج مردم از در انتقال قدرت از شاه به آیت الله خمینی عمل نماید. یعنی این مقدمه چاپ 12مه، ولی این کتاب همونطور که اینجا نوشته و این دیگه بهمن این بحثی فروردین 57 اومده بیرون. و اینجا یه نکته یا همه این صحبتی کردن به ما نشون میده که اولا که در زمان خود محمد رضا شاه پهلوی این امکان بود که کسی مثل علی میتوتروس بیاد و کتاب اسلام شناسی رو بده بیرون، و او در آن محیط تحصیل کرده بود و میاد و این کتاب رو می نویسه. این نکته اول. نکته دوم، یادآوری کتاب 23 سال علی دشتیه که او در زمان محمد رضا شاه سناتور انتصابی بود و در جلساتی که در خانه خودش میذاشت اون کتاب رو برای مهمانان و برای شاگردان یادآوری میکرد. نکته سوم اینه که کتاب تاریخ طبری که قسمتی رو هم در ملاحظاتی در تاریخ ایران براتون خوندم یادآوری شده بود، ابوالقاسم پاینده
کتاب تاریخ طبری را در زمان محمد رضا شاه برگردان کرده بود. همچنین کتب آخوندهایی مانند مجلسی در زمان محمد رضا شاه در دسترس همه بود. نکته پنجم، توزیع المسائل آخوندهای گوناگون همه و همه در دسترس آقایون و خانما بود. وقتی که علی میتروتروس میاد و میگه این رو به ما یادآوری میکنه، اینها به ما نکته رو نشون میده که امروز بیشتر میخوام بهش در رابطه با ابراهیم یزدی در یه رو به آخر برنامه میخوام بهش اشاره کنم، ولی بذارید قسمت مهمی رو اینجا در همون مقدمه بخونم. میگه کتاب حاضر 20 سال پیش، یعنی این چاپ 12 من دارم، این مال اسلام شناسیشه. میگه کتاب حاضر 20 سال پیش و در لحظات حساس و شرایط شتابناک سیاسی آن روز ایران که به انقلاب اسلامی انجامی تهیه شده بود، و میگه مخاطبان واقعی این کتاب کوچک قشرهای اجتماعی معینی بودند. از این رو در نگارشان با اختصار به کار رفته. و ولی باز تکرار میکنم اینجا این قشرهای سیاسی معین همین روشن فکر نمایان بودن. ولی قسمت اولی دید، میگه این آقایون وقتی این کتاب در فروردین 57 اومده و بیرون، صحبت از میگن این خطر کردن، این وقتش الان نیست، و به نویسندهش به میتروتروس میگن شما اطلاع از اسلام راستی نداری. علی میتروتروس اون موقع اگه با زندگیش آشنا باشید بیشتر با جنای چپ در ارتباط بود، و میگه اونها برگشتن بهش گفتن شما از اسلام راستین اطلاع نداری. این نکته چرا براتون بیان کردم؟ برای اینکه براتون صحبت کردم به خاطر اینکه وقتی که ما میایم درباره ابراهیم یزدی و زندگی او صحبت میکنیم، چیزی که من رو به شوک انداخت این مرگش، در هنگام مرگش هفته پیش کسانی بودند که آمدند در این رسانه ها چیزی نزدیک 40 گذشته از آغاز این شورش ارتجایی که به فاجعه 57 انجامی، چیز نزدیک 40 از سال 56 که آغاز این شورش بود گذشته، ببینیم که 40 بعد در رسانه های اپوزیسیون افرادی میان و از ابراهیم یزدی دفاع میکنند و از اندیشه های او دفاع میکنند. محسن سازگارا رو دیدیم در تلویزیون پارس آمد، ما آقای محمد ملکی که اولین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی بود که بعدها پشیمان شده بود و هی میامد تو این رس پخش میکردن صداشو در رسانه‌های اینترنتی، از روی شخصیت توبه کرده و شخصیتی که عذرخواهی کرده ساخته بودن و مظلوم نمایی ازش دیدیم. آقای محمد ملکی هم در سن کهولت رفته و تسلیت و مرثیه عشق خوانده بود برای ابراهیم یزدی. محسن سازگارا در خارج از کشور دیدیم، آقای بهرام قلی خان مشیری مشقاسم لس‌آنجلسی، همونطور که براتون تعریف کردم تاریخ مشقاسم، آمد در برنامه خودش هفته پیش از ابراهیم یزدی دفاع کرد. برید برنامهش در آرشیو تلویزیون پارس موجوده. آقای محمد امینی مشقاسم دیگرمون وقتی که روز پنجشنبه هفته پیش در تلویزیون اندیشه من برنامه رسوا کننده‌ای، همچنین روز چهارشنبه در رادیو آمدم و برنامه رسوا کننده‌ای در راستای ابراهیم یزدی در راستای مرگش انجام دادم، آقای محمد امینی مشقاسم دیگرمون اومد روز اول سپتامبر در تلویزیون اندیشه یه 40 مقدمه چینی کرد و اشک تمساح ریخت برای قربانیان یزدی، و بعد 10 رو با آخر برنامهش زهر رو ریخت و به گونه‌ای غیر مستقیم و موقع از ابراهیم یزدی دفاع کرد و گفت آره خب یزدی اگه اینا رو اعدام نمی‌کرد اونها او رو اعدام می‌کردن و به صحرای کربلای 28 مرداد زد. این صحبتی که می‌کنم حالا شاید دوستان متوجه شدید که چرا امروز در برنامه‌ام از کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران و اسلام شناسی علی میتروتروس یادآوری کردم. می‌بینیم که زمانی که علی میتروتروس ملاحظات تحقیقی نوشته، ولی قبلا میگم پایه و اساسش مقالات و صحبتایی بود که کرده بود 10 قبلش، و کتاب اسلام شناسیش که اصلا فروردین 57 نوشته شده بود، میبینیم که در اون زمان ها هم وقتی این صحبت ها رو میکرد
این آقایون روشن فکر نما او رو درکش نمی کردن. یعنی سال 57 و میبینیم که 40 سال بعد همون روشن فکر نمایان، همون روشن فکر نمایان ما 40 سال بعد هنوز دارن از عین الله باقرزاده ای به نام ابراهیم یزدی دفاع میکنن. شما متوجه میشید که ذهنیت این افراد چنان فسیل شده است و چنان اسلام در اونها رسوخ کرده، تأثیری که اسلام در اونها گذاشته انقدر زیاده که خب سال 57 نوشته های میت پتروس به خصوص اسلام شناسیش رو قبول نمیکنن، نمیتونن بفهمن و قابل درک نیست براشون، بلکه 40 سال بعد هم با اینکه خود این مشقاسم ها، خود این ان الله باقرزاده ها، ببینید یادتون باشه مثلا در کتاب دایجاناپلون، خود دایجاناپلون هم رفتار جالبی با مشقاسم نداره نه، ولی این مشقاسم چنان شیفته دایجاناپلونه که هر چقدر هم دایجاناپلون با تلخی و بدی با او رفتار میکنه، باز این مشقاسم به او وفاداره. عین الله باقرزاده مورد تمسخر قرار میگیره برای مزخرفاتی که میگه، ولی وجود خودش رو با اون دروغهایی که از شهر رفتن و روشنفکر شدن داره تعریف کرده. ما اینجا همین مسئله رو مشاهده میکنیم. ابراهیم یزدی که همه کاری خمینی بود و در نوفل شاتو در اصل میشه گفت که سخنگویه یا گوبلز هیتلر، کاری که گوبلز برای هیتلر میکرد ابراهیم یزدی برای خمینی میکرد، و گوبلز حتی پس از شکست آدولف هیتلر و پس از مرگ آدولف هیتلر، گوبلز هم به او وفاداره و خودش و خانوادهش رو میکشه. یعنی پیش از مرگش زنش و بچه هاش رو به اصطلاح در یک خودکشی دست جمعی در از خانواده میمیره، ولی گوبلز اول کاری میکنه که خودش، زنش و فرزندانش میمیره و بعد خودش خودکشی میکنه. یه همچین حالتی هم با ابراهیم یزدی داریم. ابراهیم یزدی پس از مرگ خمینی هنوز به گونه ای به او وفاداره و در اصل زندگی او یک خودکشی تدریجیه. این مرد از قدرت ترد شده ولی تا آخر عمرش به خمینی وفاداره و با همه بلاهایی که سرش میاد باز وفادار میمونه و به اون افسانه هایی که اربابش خمینی گفته وفادار باقی میمونه. ابراهیم یزدی غیر از اینکه خودش سرنوشتش جنایاتی که برای اربابش خمینی انجام میده، اون مصاحبه‌ای که در اومد با بی بی سی انگلیسی، با یک خبرنگار بی بی سی انگلیسی انجام داده که این مصاحبه به 23 فروردین ماه 1358 برمیگرده، 2:30 صبح که پس از اعدام 11 نفر غیر نظامی، اعدام فجیع و زجرکش کردن 11 نفر مصاحبه انجام میشه و به اون میگن که این قصابی ها رو کی تموم میکنید، او برمیگرده میگه نه فقط نباید تموم بشه این قصابی ها و اعدام ها، بلکه او حاضر تفنگچی از انگلیس و آمریکا استخدام کنه تا این اعدام ها پیدا کنه، با زبان خودش که این دیگه چوپهی برای ما باقی نمیذاره که او خودش در این جنایات سهیم بوده، گوبلز خمینی بوده در اصل. میبینیم که تا آخر زندگیش عذرخواهی نمیکنه. ابراهیم یزدی عذرخواهی نمیکنه، عقب‌گرد نمیکنه، او وفاداره. و پس از مرگش، ولی این جالبه، پس از مرگش میبینیم آقای یوسفی اشکیوری میره در بی بی سی، آقای تقی رحمانی میره در بی بی سی، آقای محسن سازگارا، مسعود بهنود و دیگران، بهرام مشیری از او دفاع میکنن. و اینجاست که ما مشاهده میکنیم چه تأثیری اسلام در جامعه ما داشته، چه تأثیری در ذهنیت ما داشته. و اون این بحثایی که من مدت هاست و الان شروع کردم در رادیوها به خصوص در رابطه صحبت میکنم، و اون اینه که شاید یکی از مهمترین جنایاتی که این اسلام انجام داده
اینه که ما در جامعهمون یک فضایی به وجود آوردیم که جامعه ما فقط مشقاسم و عین الله باقرزاده بیرون میده، جامعه ما فقط ابراهیم یزدی و شریعتی و آل احمد و عبدالکریم سروش و محسن سازگارا و بهرام قلیخان مشیری و محمد لنین یا محمد امینی و اینها میده بیرون. ما جامعهمون روشنگر راستین کم میده بیرون. برای همین واقعا جای استاد مسعود انصاری همیشه برای من خالی میمونه. در ملاحظاتی در تاریخ ایران که در صفحه 155 می نویسه، علی میتوتوس می نویسه اختلاف اسلام دکتر شریعتی، عبدالکریم سروش، مطهری و مجاهدین خلق با اسلام خمینی یک اختلاف ریشه‌ای نیست، بلکه اختلاف در شکل بیان می باشد. اختلاف اسلام شریعتی و مجاهدین خلق با اسلام آیت الله خمینی در شکل استفاده از احرام مذهب، در شکل استفاده از جهالت توده ها، در شکل ادغام دین و دولت در حاکمیت سیاسی است. اختلاف یا تقابل جمهوری اسلامی خمینی با دولت دموکراتیک دینی عبدالکریم سروش و یا با جمهوری دموکراتیک اسلامی مجاهدین ناشی از سرشت ضد دموکراتیک اسلام اولی و خصلت دموکراتیک اسلام دادگر نیست، بلکه اختلاف آنان فقط در چگونگی توجیه، تبلیغ و اعمال سرشت ضد دموکراتیک عقاید خود آنها در جامعه می باشد. بنیادگرایی یا اسلام راستین در جامعه شناسی سیاسی امروز خود را در نوعی توتالیتاریسم یعنی فاشیسم و نازیسم و استالینیسم به نمایش می گذارد. آنچه ما در ایران، الجزایر، افغانستان و این مثال هایی که شون میاره شاهد آن هستیم تجلی عینی این مدعاست. اینا نکته هایی که باید بهش توجه کنیم. ایشون میگم کتاب دسامبر 1365 تموم کرد، ولی میگم آغاز این کتاب که همونطور که براتون اولش هم گفتم ملاحظه در تاریخ ایران با اسلام شناسیش در است که در 1178-1179 دیگه میاد بیرون و این نکته مهمه، چون که ژانویه 1979 که انقلاب پیروز شده، این 1178 این کتاب اومده بیرون اسلام شناسیش، و اسلام شناسی در اصل وقتی تو این مقدمه کتاب ملاحظه در تاریخون اول برنامه براتون خوندم 10 سال قبل آغاز شده، یعنی 1178 با اسلام شناسی. و این نکته خیلی مهمه عزیزان من که ما در کشورمون بودن کسانی که به ما گفته بودن که اسلام چه کار خواهد کرد، و پس از فاجعه 57 هم عزیزان بسیاری هستند که میان و میاییم به جامعه ایران اسلام رو میشناسونیم و در از زوایای گوناگون به اون نگاه میکنیم، ولی کجاست پژواک اون در سخنان مشقاسم ها و این عین الله باقرزاده ها؟ ما میبینیم که یهو یک دلغکی که خودش رو جانشین شاه اسماعیل میدونه به نام سید محمد حسینی، دلغکی که در تلویزیون های جمهوری اسلامی ظاهر میشد، الان در لس آنجلس برای خودش دکون باز کرده و یک سری مرید پیدا کرده. ما میبینیم که یک دسته و گروهی به نام الهیون با مرکزیتشون در فرانسه الان فرزند آقای الهی پسرش آمده و این فرقه رو در اروپا داره گسترش میده و تصوف ناب محمدی رو به نام الهیون گسترش میده. ما مشاهده میکنیم که اشخاصی مانند حخا ظاهر میشن و اونها هم در از پیامبران دیگری هستند. این
طرز فکر مذهبی به شیوه جهان سومی ایرانی گسترش داره. در ایران شاهد شرکت هستیم در انتصابات جمهوری اسلامی، ما شاهد اون هستیم که اصلاح طلبی که بال دیگری از این اهریمن اسلامه هنوز خریدار داره. ما اشخاصی مانند کامبیز حسینی رو میبینیم در رادیو فردا و پیش از اون صدای آمریکا، مسعود بهنود رو میبینیم در بی بی سی که میگه روشنفکر باید شیعه باشه. ما خودفروشانی مانند تورج دریایی داریم که میاد و سعی میکنه تاریخ پیش از اسلام رو وفق بده با ایدولوژی جمهوری اسلامی. ما افرادی رو داریم مانند محسن سازگارا که هنوز افتخار میکنن که سپاه پاسداران یا بنیان نهادند، و اینها به ما نشون میده که ابراهیم یزدی مرگش، در راستای مرگش باید صحبت کنیم. افرادی رو نماینده طیفی از این مشقاسم ها و این الله باقرزاده هاست که هنوزه تا روز مرگشون یا تا هنوز که هنوزه در این سنی که هستند، این نسل نه فقط عذرخواهی نمیکنه بلکه درس تاریخ رو یاد نمیگیره. و اینجاست که به اون فاجعه بزرگی که حمله اسلام به ایران انجام موجب شده پی میبریم. اسلام در جامعه ما را از انسانیت دور کرده. وقتی رنه دکارت میگه کوگیتو ارگو سوم، میاندیشم پس هستم، یعنی انسان بودنش رو با اندیشیدن بیان میکنه، ما متوجه میشیم که متاسفانه بسیاری از مردم ما انسانیت خودشون رو از دست دادن بر تحت تاثیر 1400 سال اسلام. ابراهیم یزدی تا روز آخر زندگیش به جنایات خودش افتخار میکرد. عبدالکریم سروش از قتل دانشگاه‌های ایران در شورای انقلاب عذرخواهی نمیکنه. محسن سازگارا از بنیانگذاری سپاه پاسداران عذرخواهی نمیکنه. و این داستان از دست دادن انسانیت تا زمانی در جوامع جهان سومی و به خصوص ایران ادامه پیدا خواهد کرد تا ما دوباره با اندیشیدن و درست اندیشیدن دوباره انسان نشیم. امیدوارم از برنامه امروز راضی بوده باشید. تا برنامه دیگر به شما بدرود میگم. پاینده ایران.